وای کودیگو، خدای رویال جاینت، به خدای رویال جاینت میخوره بچه ها. بش او چیزکیک، وای پشمام به هم دیگه خوردن، پشمام. سلام به یه ویدیو دیگه، خوش اومدید بچه ها. تو این ویدیو قراره بهتون ثابت بکنم دیگه کلش رویال اون بازی گذشته نیست و میتونم بهتون بگم کلش رویال دیگه اصلا بازی خلقانی به نظر نمیرسه. بچه ها میتونم بهتون بگم بعد آپدیت کلن 3-4 تا ترکیب هستش که توی لدر مشاهده میکنیم. بچه ها بیا بچه اول دوتاشون هم رویال جاینت دارن، حالا بچه های بعدی هم بهتون ثابت میشه بچه های موضوع. فکر نکنید فقط این بچه حالا اتفاق افتاده و حالا دو نفرش هم رویال جاینت دارن. بچه ها من چند بچه دارم دنبال میکنم، چیز کیک رو و بیگ سپینو. بچه ها فقط رویال جاینت، فقط رویال جاینت. بچه ها باورم نمیشه بازی کرش رو به این نقطه رسیده که فقط و فقط دارن از یه ترکیب استفاده میکنن پلیرها. و بچه ها من کاملا سورپرایز شدم از این قضیه، اصلا نمیدونم چی بگم، خیلی دارک شده قضیه و میتونم فقط همینو بگم که متاسفانه بازی کرش رویال در حال مرگ. هیچ وقت نمیخواستم این جمله از زبون من بشنوید، ولی خب باید واقعیت ها رو گفت بچه ها. با این آپدیت ها و با این چیزایی که اضافه کرده کرش رویال نه تنها نمیتونه کمک بکنه به مردن کرش رویال، بلکه داره سرعت میبخشه به این موضوع. بچه ها اصلا دیگه نمیتونیم بازی کرش رویال یه بازی خلاقانه و اسکیل مطرح معرفی بکنیم. این منظورم چیه؟ یعنی اسکیل مغز دیگه اصلا مهم نیست تو بازی، مهم اینه که لول 15 باشه، کارتت هم لول 15 باشه و یه ترکیب رویال جاینت هم بچینی، همین. بچه فعلا بریم بیگ سپیدو داشته باشیم. متاسفانه این قضیه دارکه دیگه، من فکر نمیکردم یه روزی بازی مورد علاقم و عشق من یه جورایی به این حال روز دوچار بشه که فقط یه ترکیب توی این بازی وجود داشته باشه. حالا این زافخیله دیگه میشناسید فکر کنم، یکی از پلیرهای خوب قزاقستانه، حالا اسمشو تکنش زده چینی و اینا، ولی خودش در اصل یه قزاقستانیه و خب این همیشه با این ترکیب میره. یعنی مثل من الان من برم توی تاپ لدر فقط با ترکیب خودم میرم، رویال جاینت اینا نمیچینم. این هم دقیقا یه همچین موضوعی داره، از اول کلاش رویال با این ترکیب میومده، خب نمیتونه با رویال جاینت اسکیلی نداره که توی مثلا بتونه با رویال جاینت یه ذره بازی بکنه توی تاپ لدر. بچه ها توی سطح خیلی بالایی هستیم، ما همه توی رنک 10 و 20 هستن الان بیکس می رنک 10 بودش قبل اینکه ویدیو رو استارت بزنم و 2900 کاپ داشت. عرضم به خدمتتون که بچه ها من 2 سال پیش که توی لدر بودم شاید بالای 50 تا ترکیب توی تاپ 300 لدر شما مشاهده می کردی. بچه ها این پشم ریزونه، شما فقط اون موقع سطح اون موقع رو مقایسه کنید با الان سطح شاید بگم 20% اون موقع هم نیست، دلیلش هم میدونید دیگه، کلا دو تا ترکیب سطح کرد ترکیب الان بعد آپدیت اومده که فقط دارن اون استفاده میکنن، ریدن تو این بازی بچه ها، یعنی شاشیدن تو این بازی. ای من مادر رو سوپر استادو چیز کردم، خیلی اصلا خورد شد بچه ها بعد آپدیت. حالا شما رو نمیدونم ولی اصلا من که بد جور چیز شد، تخمی شد، اصلا هم خیلی خیلی از اصلا نمیشه این تصور بکنید بچه ها با بازی مورد علاقه من چه کارهایی کرد سوپرسل. و اینجا فعلا بیگ سپین بازی رو باخته، به نظرم بازی رو ببازه. ترکیب زافپیل یه جوری هستش که بچه ها زافپیل اسمش، حالا اینجا فقط زافش رو نوشته، اسمش زافخیله، فعلا که میشنه بازی رو خیلی راحت ببره. اینجا هم که دیگه حرکت آخر رو میزنه و میره برای خودش. اوکی آره بچه ها میبازه، بچه ها امیدی نیست. آره بیم هم میکنه، به نظرم حق داشته بیگ سپین. حالا ترکیبش این نیست، خیلی سطح بیگ سپین بالاست که داره با ترکیب های مختلف توی لدر، اونم تاپ 10 لدر داره بازی میکنه. سطح اسکیل بیگ سپین بالاست چون ترکیب هستش میدونید که اسپلش یارد و با اونم آچا اسپلش یارد مرد. اسکی ایکس اوپس هم بهش خورده بود که خب بازی رو واگذار میکنه مثل بازی پیشش. بچه ها داشتم اینو میگفتم، اسپلش یارد به نظرم با این متا و با این آپدیت جدید کلش رویال مرد،
همون ترکیب گریویارد رو میگم، تومبستون داره و این یارو بیبی دراگ داره و شاید هم فینیکس داره و اینو دارم به تو میگم. بچه به نظرم دیگه این ترکیب مرده به حساب میاد و من فقط میخوام ببینم یه روزی میشه پکارو تقویت بکنی، یعنی پکارو بهش مثل همین رویال جاینت قوی بکنی. بچه اون روز من حرفم عوض میشه، هر چی که الان گفتم اون روزو تغییر میدم. بچه اگه پکا اینجوری بشه پشمای همه میریزه و دیگه پکای تقویت شده و اینا کی میخواد جلوش وایسه. بچه دید کاپارو رنکارو 50-30-20 بودن و میگم صد خیلی باداست به سنباکس خورده. بچه پشمام عجب بازی بشه. اوکی این لعنتی رو میندازه. اسم گهمستبش چی بود؟ مایتی ماینر. اوکی عروز. اوکی حاجی ابیلیتی وارد میکنه. بعد ترکیب سی ام جی سندباکس هم متاسفانه ترکیب رویال جاینته. چرا میگم متاسفانه؟ چون این بی اقبالی پلیراست دیگه. بچه ها نوا ندارن ترکیب جدید بسازن. اما چند ساله ما ترکیب جدید نداریم؟ واقعا چند ساله همه دارن کپی پیس میکنن. خلاقیت دیگه توی پلیرهای کلش رویال به نظرم مرده و اینم برمیگرده به خود کلش رویال دیگه. بچه ها مورتن و اینا رو نگاه نکنید. بچه اونا به خاطر پول و یوتیوب و اینکه کانتنت کریئتور کلش رویالن و اینا فقط دارن بازی میکنن، لولشون رو 15 میکنن، آپ میکنن. اونا باید این کار انجام بدن. این کار انجام ندادن که پولشون میمونه وسط. اونا باید این کار انجام بدن. بچه ولی اگه تو این وسط هیچ پولی نبود مطمئن باشید نه مورتن لولش رو آپ میکرد نه هیچ کس دیگه. خب این کانتنت کریئتور ها یه کاری میکنن که مردم. بچه من امروز یه اکانت گرفتم داشتم تا 9000 تا کاپ میبردمش، 8300-400 بود. بچه ها اکانت ها همه لیول 15، کارت ها همه فیکس 15. من نمیفهمم تو یه روز چطور تمام کارتاشون رو 15 کردن. پشمیزونه دیگه بچه ها، پشمیزون. اوکی مایتی ماینر رو میکاره. ایول ایول فیشرمن انش میکنه. حلاجی بچه ها نگاه ضربات رویال جاینتو میگاه اتابه رو نگاه یارو خواهی نمی کنه نزدیکش بشه. اوکی رویال جاینت تقویت شده از سمت راست برای سندباکس. از سمت راست به نظرم نتونه کاری انجام بده سندباکس. اینجا هم که فایربال رو میزنه بچه ها بیسپین داره یه پلیر خیلی خوبی رو چه کس میده که خودش هم با رویال جاینت گادیه ها. بچه ها یه گاد خیلی منحصر به فردیه سندباکس. رویال جاینت از سمت چپ ببینیم چه اتفاقی میفته. لاک هانت میشه اینجا ضربه و خب کار تمام شد. بچه بتل رو بردش سندباکس. بیگ سپین واقعا بتل خیلی خوبی رو دیدیم با اینکه حالا هر جفتشون رویال جاین داشتن ولی بچه سطح بتلو به نظر من بتلای امروز خیلی بالا بود. حالا من یه سری توضیحات رو بهتون گفتم که باید میگفتم ولی از حق نگذریم سطح ویدیو گاده. ساسوکه به چیزکیک خورده. مایتی ماینر چیز ابیلیتی نه وارد نمی کنه. اینجا هم که بچه همونطور که میبینی طبق معمول دوتا ترکیب رویال جاینت به هم دیگه خوردن. بچه این اصلا مسخره است به نظر من. چرا آخه باید توی تاپ 10 لدر همه رویال جاینت بیارن؟ واقعا یه چیز خیلی دارکیه واسه کلش رویال. اینجا هم که متاسفانه طبق معمول بتل رو میبازه. یه چند بتلی که داره چیزکیک وا میده همه چی رو با اینکه خب سطحش خیلی باداست دیگه. ترکیب اصلا قطعا با این نیست میدونید دیگه، با رویال هوگزه، همون چهار تا روی چیز هوگ. اوکی یه خورده صبر میکنیم تا ببینیم داستان چی میشه. منم یه خورده برم آب بخورم. بچه خیلی خب برابکس بریم داشته باشیم ادامه ویدیو رو که همین الان بیگ سپین رفته بتل و میریم یه نگاهی بندازیم بهش. او 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 چیزکیک وای پشمون به هم دیگه خوردن.
اشمام بچه ها جفتشون به هم خوردن، باید ببینیم چه اتفاقی میفته تو این بتل ناب. به نظر من اوکی فایروال، خیلی عالی. رویال جانیت رو میندازه، اونم از اون سمت رویال هوگز رو میندازه. یه لاگ باید به کارا اینجا. آره لاگ رو میزنه اینجا، هر لاغ و حله. من نمیدونم چطوری میخواد رویال جاینت تقویت شده رو به جوری حساب بیاریم، چجوری میخواد اونو دفاع بکنه با این کارتا، والا نمیدونم. البته تبلهار چیزکیک خیلی بالاتر از این حرفاست بچه ها، میتونه این کار رو انجام بده به این سادگی، ولی خب اینو نمیشه بچه ها. نگاه کنیم چیکار میخواد انجام بده. دوف بوف، وای بچه ها که چرا سوپر شده، سوپر لاک بچه ها. بیکسپین خیلی داره حرفه‌ای بازی میکنه تو این سطح، واقعا داره میتره کنه بیکسپین. اوکی رویل هوگو میزنه، تمام. خیلی کلین این کار انجام داد بچه ها، خیلی ترتمیز دفاع میکنه. اوکی خیلی بسیار جزایی به نظر میسه بچه ها. یه خورده سکوت میکنم تا لذت بیشتری ببرید. اوه 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 داره قضیه ناموسی میشه. جوف جوف، نه دومی نشد. حل حاجی ها، به نظرم بیکسپین بازی در بیاره. اوکی دو دقیقه آخر بازیه، باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اوکی رویال جاینت بچه ها همینطوری پیش بره، کار تمومه. بله به نظرم بیاد که نشه این رویال جاینت تقویت شده رو دفاع کرد، هر کاری میکنه جمع نمیشه بیست صاحب فایر و تمام. پشمام آجی پشمام، همین هیچی ندارم بگم، پشمام. بی خیال آجیب جمعش کنیم بازی و چه وضعش همه رویال جاینت. خیلی خب بچه ها یه سرم به ویتور بزنیم که به ویل خورده توی نشنال کاپ یا همون نشنال لیگ، که فکر میکنم همون بازی های لیگ ملی باشه. من خودم تو عضوش بودم دو سال پیش توی تیم ایران، خیلی ها بود، ملک شیدر بود، نیارو محبوب بود، معین بود، خیلی ها بودیم توی این لیگ شرکت کرده بودیم بچه ها. اتفاقا تا نیمه نهایی هم پیش رفتیم که خب متاسفانه به تیم فرانسه باختیم، به وایپر دیوس بازی رو واگذار کردیم. فعلا بریم ببینیم اینجا چیکار میکنه. بازی رو بردش ویتور، مثل اینکه بله ویل پلیری نیستش که بتونه ویتور رو اذیت بکنه حتی. اوکی بریم کار خودمون رو انجام بدیم، یعنی لدر سیرک کدش رویال. یکی از رفیقام بهم گفته بودن پشمام ریخ، سیرک کدش رویال چی آخه، نگو داره راست میگه. چیز کیک چیزی داره بازی میکنه، به زولی خورده. نه گودلاک رو دادن بچه ها، فکر کنم مساوی دارن میکنن، ولی گودلاک رو دادن یعنی میخوان بازی بکنن. اوکی ماینر رو میندازه، ایویز کارت مورد علاقه من. اوکی دارک
ترکیبش به نظرم از اون ترکیبای خوب باشه، ترکیب حریف به دخل رویال جاینت نیست. فکر کنم ترکیب چیز دیگه بیرد باشه، اینفرنو داره و راکت داره و اونه. آره همونه بچه، همونه. یه اینفرنو خیلی ترتمیز میتونستم از اون وسط هم ببینیم از زولی، ولی خب این کار رو انجام داد تا اول اینفرنوش از دست بره تا ابیلیتی مونک اذیتش نکنه. بچه فعلا بریم ببینیم چه خبره، چون بیکسپین ارجعیت داره برامون توی این ویدیو. خب فعلا بتل نیستش و خیلی عالی پیشرفت میگه بیکسپین. انا رنگ که نمیدم چنده، ولی فکر کنم جزو دهتای جهان باشه در حال حاضر با ترکیب سمی رویال جاینت. دیگه نمیتونم بگم رویال جاینت اسکیله. بله دو سال پیش رویال جاینت پشم ریزون اسکیل بود بچه، هر کسی نمیتونست باش بازی بکنه، یارو دستاش میلرزید رویال جاینت رو در واقع استفاده بکنه، اینجوری بود، سطح خیلی بالاتر بود بچه. الان بچه بازی نسبت دو سال پیش، بچه بازی دارم میگم بهتون، تاپ 200 الان میشه تاپ 500 دو سال پیش. دقیقا این حرفم عین واقعیت بچه، چون احساسش کردم سیزن پیش دیگه. سیزن پیش من یه تاپ 200 هم زدم خیلی راحت، خیلی راحت. من دو سال پیش برای تاپ 200 تا آخرین ثانیه ها هم شاید بطل میزدم، اینجوری بودش. من اکانت دو روز ول کردم تاپ 200 شد. این چه وضعش آخه، سطح رو میبینید بچه، برای همین میگم پلیر ها نیستن و مثل قبل نیستن، منظورم اینه هستن. خب بالاخره باید بالاخره یه چیزی بشه دیگه، کشف بردن بالاخره نمیشه اینجوری، باید یه اتفاقی براش بیفته. اوکی اراز رو میزنه، سکا مونده به تابرش، باید این داستان چی میشه. اوکی مونک چیز فونیکس خیلی داره حساس میشینه بچه ها، حریفش هم از اونایی نیست که بخواد باخت بده، کاملا مشخص از اون پلی دادنش. اوکی رویال جاینت سمیه میدازه، نگاه نگاه این چه وضع شاخه، ولی اینفرنو انش میکنه بچه ها، دیدید چیکارش کرد؟ انش کرد. من بعضی وقتا واقعا برای رویال جاینت سادش نمیتونستم دفاع بکنم، یه پکام اینداختی سری هانت میشد. الان واسه این قوله نمیدونم باید چی کار بکنم، حالا خدا به خیر بگذرونه. ایویز رو میندازه، بله طبق معمول ایویز هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یکی از کارتهایی به نظر من ویک و ضعیفه ایویز، با اینکه من خوشم میدادش ولی ضعیفه بچه، باید قبول کنیم. اینجا منتظره که راکت بزنه تا ابیلیتی رو وارد بکنه، ولی این زولیه زرنگتر از این حرف هاست، چه دن سرویسیه. با آرژیو میزنه، آخرین به نظر من امیدهاشه که داره به فنا میره چیزکیک. بچه ها امروز رید چیزکیک واقعا از حق نگذاریم، رنک 30 بود قبل اینکه ویدیو رو شروع بکنی، من همه رو باخت کنم، یه دونه بیشتر نبود. اینجوری که من حساب بکنم من رنک 70 شد باید باشه، شاید هم 50 اینا. حالا این داستان چی میشه؟ یه ذره میزنه متابر، بوم 400 تا رفت، تمام. آره تمام، کار اینجا تمومه. ببینیم حمله آخرش چی میشه. نه تا اینفرنو داره نمیتونه هیچ کاری انجام بده، اینفرنو رو ازش بگیرم مطمئنا میتونه بازی ببره، ولی خب اینفرنوه دیگه بچه، نمیگیرن که ازش، ما داریم یه چیزی میگیم. اوکی بریم بیکس پینو بچه، به نظرم بتل آخر بشه. اوه 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 وای کودیگو، خدای رویال جاینت، به خدای رویال جاینت میخوره بچه پشمام. این بتل دیدن داره، این بتل خیلی دیدن داره، بعد ببینیم چی میشه. آرژیو میزنه، آرژیو قولو میندازه از ته. بچه اگه بیکسپین با رویال جاینت بتونه کودیگو رو بزنه من بهش ایمان میارم، چون کودیگو از قبل که داشت رویال جاینت بازی میداد، از قبل که داشت رویال من از اون موقعی که یادم رویال جاینت پشم ریزونم پلی میداد،
یعنی اینجوری نیست که حالا خیلی آماتور باشه اصلا. شاید بهتون میگم جز ستای برتر رویال چالنج بود موقعی که پلی میدادیم ما هم. من پشما میریخ هر وقت به کودیگو میخوردم، واقعا سطحش خیلی بالاست. لاگ، چه لاگ خوبی زد بچه ها. اینجا گایید تا بره کودیگو رو، کودیگو رفت فرا خودش. آرژیو میزنه کی قشنگ سب میکنه رویال چالنج رو میزه. بله بچه ها بله، چطوری میخواد دفاع بکنه؟ اینطوری. نه به نظرم کودیگو بطل رو ببازه. حالا آره رویال چالنج رو میخواستم بگم، اگه رویال چالنج رو بزنه که زده امیدوار میتونه باشه. اینجا بچه ها خواست دفاع بکنه ها، ولی خب نتونست. فینیکس، اوه اوه اوه، رویال چالنج پشمیزون رو میزنه یه ذره بوم بوم. عجب دن سرویس یه رویال چالنج بچه ها میگاهه اینجوریش رو نگاه نکنید، البته همینجوریش رو نگاه کنید داره میگاهه. فینیکس خوب جمع کرد بچه ها، من به بیگسپین ایمان آوردم، شدید ایمان آوردم، شدید شدید. الان رویال چالنج رو میزنه بچه ها نگاه، به به رویال چالنج رو زد، یه لاگ پشم ریزون و تمام. چو تمام، این همه نقطه پایان برای ویدیو جنگ امروز به نظرم بچه ها. جنگ این ویدیو خارق‌العاده بالا بود، تا خار مادر بالا بودش بچه ها. فعلا تا یه ویدیو دیگه، بای.